عرض سلام به شما بینندگان عزیز و همه عزیزانی که این برنامه ها را فالو میکنید و نگاه میکنید امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید خب در برنامه امروز برای عزیزان محسن میخوام یک سری تمرین های رو نشون بدم که بتونم با انجام این تمرین ها علاوه بر این که بدن صاف و قامت کشیده و خوبی داشته باشند بلکه از افتادن پیشگیری بکنند تحقیقات خیلی زیادی نشون داده که افتادن در بین افراد مسن تقریبا یکی از شایع ترین مشکلات هست و وقتی که یه نفر میفته متاسفانه علاوه بر این که احتمال داره یا سر مفصل ران بشکنه یا سرشون بخوره به یه جایی آسیب ببینن یا دستشون بشکنه یا مچ پاشون آسیب ببینه علاوه بر این مشکلات و ناراحتی هایی که خودش چندین هفته و ماه طول میکشه تا در افراد مسن بهبود پیدا بکنه بلکه به خاطر اون موندن در بیمارستان و شرایط و ریسک های ناشی از بیمارستان خیلی ها متاسفانه دچار اینفکشن و ناراحت های مختلف میشن که متاسفانه جونش رو از دست میدن پس یه افتادن ساده در افراد مسن باعث میشه که دهها مشکل پیش میاد خب معمولا اگه از افراد مسن که بنده ده ها بیمار میبینم در هفته عزیزانی که در لندن هستن هموطنان ایرانی میان میپرسی که آیا شما ریسک افتادن داری یا نه همه میگن نه من نمیافتم من وزم خوبه و هیچ فرد مسنی تقریبا نیست که شما این ازش بپرسی و بگه نه من ریسک افتادنم بالاست شاید پنج درصد این جواب بدن بقیه همه میگن نه من خوبم و من نمیافتم در صورتی که افراد مسن به خاطر یکی ضعف بدنی مایچه ها و اینا قدرت کافی ندارن در ریسک افتادن قرار دارن یکی به خاطر عدم حرکت مناسب و کافی در مفاصل مچ پا زانو کمر میتونن دچار افتادن بشن یک سری به خاطر عدم بینایی کافی و مشکلات دید و اینا دارن میتونن بیافتن شرایط خونه که یه سری پله های خیلی تند و تیزی دارن یا ورود و خروج به همام و وان همام میتونه باعث افتادن بشه مخصوصا در وان و همام رفتن و دوش گرفتن چون خیسه خیلی سریع راحت میتونه لیز بخوره آدم به هرای همین افراد مسن علاوه بر تقویت و بهبودی آسیب های فیزیکی که در مقصد پایین تنه دارن از مچ پا گرفته زانو درد کمر درد اینا رو باعث خوب بکنن که نیفتن بلکه یک سری تغییرات ساده در شرایط خونه و دستشویی و پله ها و غیره میتونه باعث جلوگیری از افتادن بشه همین اخیرا بنده یه خانمی رکورد افراد بیمارای مسن بنده رو شکستن و ایشون 98 سالشه ایشون خوشبختانه یکی از سالم ترین افراد مسنی بود که بنده دیدم وقتی که میاد و میره اصلا قبراق سرحال تنها مشکلی که در سن 98 سالی داره یک کم پاتلاتندونش و کشکک زانوش یک ذره اونم درد میکرد واقعا دیژنریشن و آرتروز اینا نبود یه روز بنده رفتم خونه منزل ایشون که ارزیابی بکنم شرایط خونه شو دیدم که ایشون سه طبقه پله را روزی ده ها بار میره بالا میاد پایین و وقتی متوجه بالا رفتن و پایین آمدن ایشون از پله شدم دیدم اولا خیلی تون میرفت دو من موقع اومدن پایین از پله خودش اینجوری پرت میکرد پله بعدی و از همه مهمتر پله هاش هم هیچ دستگیر جانبی نداشتن که من توصیه کردم حتما یه سری از این ریل های بغل پله براش گذاشتن و این از افتادن پیشگیری میکنه یا نور داخل خونه خیلی ها اهمیته که افراد مسن باعث همیشه تا غروب میشه سری چراغ روشن کنن یا صبح زود وقتی بیدار میشن افراد مسن معمولا زود سحر خیزن تاریک نباشه سری میافتن این لبه قالی ها مثلا همین لبه اینو در نظر بگیرید همین شما میایین پاد میخوره به این ترپ میشین در واقع میافتین اینه که این جزئیات خیلی حاز اهمیت برای افتادن که باعثی حتما در نظر بگیرین کسانی که مثلا اینکی هستن حتما رو بزنن فکر نکنم مثلا میرن خان برن آشپز کنه بیان خیلی راحته نه همون دو متر باعث افتادن میشه و افتادن یعنی شکستن یه جایی از پاهاتون و یا ضربه به سرتون و یا خدا نکرده مرگ آدم میشه به همین خاطر افتادن باعث همیشه شما جوون ها به افراد مسن یادآوری کنید اگه اونا اهمیتی نمیدن و شما عزیزنی هم که ما سن هستین برنامه میبینید همه این نکات مورد نظر داشته باشید که خدا نکرده مشکل براتون پیش نیاد خب اینا یه سری مسائل جانبی بود حالا اصل مسئله که باعث افتادن میشه گفتم یکی آسیب های مچ پا زانو ران و یکی هم عدم بالانس که باعث افتادن میشه یکی دیگه هم کوردینیشن و مسائل حافظه و فراموشی یه سری هم یه سری بیماری هایی هستن که باعث افتادن شما عزیزان میشن مثل بیماری پارکینسون، دایمنشیا که فراموشی میاره اختلالاتی در سیستم عصبی و غیر ایجاد میکنه که اینها حتما بایستی مورد توجه و تحت درمان فیزیوتراپی قرار بگیرن بیماری ام خیلی میتونه باعث افتادن شما بشه و ده ها بیماری دیگه فایبرومالژیا به عنوان مثال ضعف عضلانی به وجود میاره که دیگه وارد اون بحث نمیشن خب برای اینکه در افراد مسن بخوایم یه سری تمرین هایی به طور روزانه انجام بدیم که از افتادن پیشگیری بکنیم یه سری تمرین های خیلی خوب و ساده که به هیچ وسیله نیاز ندارین در منزل برای شما عزیزان نشون میدم حتی کسایی هم که ریسک افتادن رو نداریم باز توصیه میکنم این تمرین رو انجام بدیم به طور مداوم که بدن سالمی داشته باشین قامت صاف و خوبی داشته باشین پس ببینید اینا علم دوستان منده برای هر کدوم از این برنامه ها ده ها مقاله میخونم علاوه بر تجربه علمی که از قبل دارم بدون دلیل و مدرک و شواهد برای شما حرف نمیزنم و خوشبختانه یکی از دلایلی که این برنامه تونسته اینقدر موفق باشه به خاطر این اطلاعات علمیه که و شواهد علمیه که بنده برای شما ارائه میدم خود من در کینگز کالج لندن وقتی درس می‌خوندم 2008 در یک فالس پروینشن پروگرام تحقیقاتی شرکت کردم و تمام این تمرینات و صدها تحقیق ثابت کرده که با درصد خیلی بالایی از افتادن افراد مسن پیشگیری میکنه پس تمرین های امروز یکی روی بالانس تمرکز دارن یکی روی سیستم نورولوژی یکم تاثیرات خوبی خواهند داشت و هم روی فانکشن و حرکت خیلی خوب بدن که باعث تاثیرات خیلی زیادی میشه خب برای اینکه افراد مسن بتونن اینا رو انجام بدن از همون مچ پا شروع میکنیم یه سری تمرین های خوب و مفید و ساده رو برای شما عزیزان نشون میدیم که بتونید از افتادن پیشگیری بکنید یکی از مشکلاتشون ضعیف بودن مایچه ساق پاست و یکم عدم دامن حرکتی در مچ پاست که برای این کار ما باعثی هم مچ پا را دامن حرکتیش روش کار بکنیم و هم تقویت مایچه ساق پا و پاشنه آشیل یا تاندن آشیل رو داشت باشیم و از اون ور چون این حرکت فلکشن دورسی فلکشن و پلانت فلکشن مچ پا را ندارن این حرکت نمیتونه بعد اینجوری پاشون رو میکشن رو زمین را میرن خیلی از افراد مسن خب این باعث افتادن میشه ولی با چهار تا تمرین ساده شما میتونید همه اینا رو خوب بکنید خب برای مدامن حرکتی در حالت نشسته یا ایستاده این پاتون رو 20 دفعه بیاریم بالا و ببریم پایین نشسته هم نشون بده ما در حالت نشسته بشین و نشون بده نه رو زمین بذار اینجوری آفرین خیلی یکم زانی تو خم کن خم کن آفرین حالا بده بالا و پایین خیلی راحت دو تا بیستا این حرکت رو انجام بدین و بعد یکی دو هفته متوجه میشین که دامن حرکتی در مچ شما بهتر شد یکی بعدی داخل و بیرون میبرید که خیلی باعث میشه دامن حرکتی در مچ شما بهتر بشه و چرخشی میتونید انجام بدین قشنگ میچرخونید بیست صفحه از چپ راست و راست به چپ خب این چهار تا تمرین خیلی ساده ولی خیلی معثر باعث افزایش دامن حرکتی میشه در مچ پای شما حالا میخوایم ساق پا را تقویت بکنیم در خونه بدون هیچ وسیله ای اگه احیانا مشکلی دارین دستتون میگیرین به یک میزی یا صندلی چیزی و روی پنجه ها میایم بالا و میریم پایین این تمرین خیلی خوبیه معمولا مایچه ساق پا را میگن مایچه پیری اینو توجه داشته باشین که تقویت مایچه ساق پا خیلی برای افراد ما سن حاز اهمیته پس دو تا ده تا انجام میدین اگه نمیتونید پنج تا انجام بدین سه چهار روز تکرار بکنید بعد مدتی متوجه میشین که شما الان میتونید خیلی بیشتر انجام بدین پس اول گرم میکنید دامن حرکتی رو انجام میدین بعد رو پنجه هاتون میایم بالا و میریم پایین پنج تا انجام بدین روز بعد بکنین ده تا معمولا به دو تا 15 تا که برسید در طی چند روز و یکی دو هفته خیلی عالیه خب برای اینکه مایچه جله پا رو هم شین ماسل یکم تقویت بکنید اگه رو دارید اینجوری رو پاشنه ها را برید یکم چند متر رو آفرین اگه این مشکل رو دارید یک جا وای میسین دستتون میگیریم به یک لبه ای و این حرکت رو انجام بدین در حالت ایستاده قشنگ پنجه هاتون بیاریم بالا و ببریم پایین پس این سه چهار تا تمرین باعث میشه که مچ پایش شما هم دامنه حرکتی خوبی پیدا بکنه و هم مقاومت کافی داشته باشه که بتونه حرکت کنه یک تکنیک دیگه هم که خیلی خوبه باعث این مایچه پشت پا و ساق پا و آکیلیس را کش بیارین که در افراد ماسن خیلی کوتاه اینو به دیوار نشون بده آکیلیس استرچ بکنه ما به دیوار تکیه میدین پای یکم بزرگتر تر آفرین در این حالت به دیوار تکیه میدین و رو پای جلو خم میشین که اینو در برنامه های مختلف نشون دادم این قسمت مچ پا و آکیلیس کش میاد یا اگه تونستین در لبه پله که نشین دادم پاشنه هاتون میذاریم بره پایین من تو برای افراد مسن توصیه نمیکنم اینو معمولا همین حالت رو نشون بدم ولی اگه شخص 70 ساله هستیم ببینید بینندگان عزیز در کشور ما متاسفانه مردم به 60 70 میرسن یه جورایی منتظر نشستن که برن اینجوری نباید باشه اینجا 80 90 ساله میاد قبراق سرحال خیلی آدم کف میکنه نگاه بکنه همه بیمار رو مثال زدم 98 سالش میگم تنها بیماری که نه آسیب کوچکی داشت یه ذره جلو زانوش درد میکرد پس ببینید اینا همه با تمرین به اینجا رسیدن با ورزش و تمرین و فعالیت درسته که بدن ما میتونه 20 سال 30 سال بیشتر عمر بکنه و این شوخی نیست این دست کم نگیرید واقعا شما اگه در همون چل سالگی که آسیب این ورنوبر بدن شما پیدا میشه اونا را به همیت میگیرید بعد ده سال بعدش دیگه اون زانو رو نمیشه درست کرد اینه که از همون اول که کوچکترین درد و خشکی و استیفنسی در هر جای بدن پیدا میکنید با سریع شروع کنید به درمانش بهترین درمانم دیگه بنده گایدلاین نایس اینجا براتون با دکتر توکل ارائه دادم ده ها مقاله دیگه برای شما دادم تمرین هیچ درمانی برای سیستم اسکلتی و حتی قلب و عروق و دایبت و شش و فشار و خون و هر چی که شما بگیرید با تمرین و ورزش درست میشه خب پس این چهار تا تمرین برای مچ پا بود که خیلی ها اهمیت میشه و کسانی که دراپ فود دارن اینجوری را میرن بعد دو سه هفته میبینن که پاشون دیگه میاد بالا حالا میریم قسمت زانوها برای زانوها همو تمرین از روز بنچ پا میشین اسکوات رو که در یه برنامه نشون دادم پا میشید میشینید این تمرین افراد مسن هر روز باید دو تا ده تا دو تا 15 تا انجام بدن این باعث میشه که از روی صندلی راحت پاشن بشینن از روی تخت راحت پاشن بشینن از روی توالت راحت پاشن بشینن و اینو دست کم نگیرید اگه نمیتونید دستاتونو بگیرین لبه صندلی پاشین بشینید یا دستاتو بذار رو پات یا پات آفرین با قدرت دستاتون کمک بگیرید یا رو صندلی پس ببینید بهونه نمیخواد این تمرین ها رو برای هر کدوم از شما در هر شرایطی بنده ارائه میدم که بتونید استفاده بکنید خب این یه تمرین خیلی خوب اگه بعدا بدنتون تو قوی شد بدون صندلی انجام میدین اینجا نشون بده حالا اسکواتو که خیلی راحت یه ذره پاتون میتونی دستاتون بگیریم به یک صندلی لبه تختی جایی کمدی اینو انجام بدین خب اینم خیلی عالیه برای پیشگیری از افتادن کافیه ما مرسی خب یکی بعدی که خیلی تمرین خوبیه پاتون رو از اینجا میارید اینجا میذارید و میارید جلو پا در این حالت یه نیم دایره با پاتون میزنید این خیلی تمرین خوبیه برای بالانس و برای دامن حرکتی در ران شما که باعث پیشگیری از افتادن میشه خب پای دیگر هم یه چند نشون بده پس از این جلو میارین تا عقب از اینجا پاتو میارین اینجا میذارید و میارید جلو بذاره ما جلو پای دیگه آفرین ببین اینجا بذار آفرین عالی خیلی خوب اینم تمرین خیلی خوبی تمرین بعدی رو اما روی یک خط راست اینجوری راه میرید این تمرین خیلی مفیدیه برای افراد مسن واقعا بایستی انجام بدن هر روز نشون بده روی خط راست عجله نکنید در اول شاید ریسک داشته باشه که بیفتین ولی همین چهارتا تمرین قبلی را که نشون بدین بدنتون آماده میشه که این تمرین اسلولی سلولی انجام بدین این نکات خیلی زیادی داره مخصم برای اثرات نورولوژیک و کوردینیشن و بالانس که وقتی پاتو میاری اینجا میذاری شاید خیلی از شما اولش نتونید ولی کم کم شروع بکنید و اگه نمیتونید در همین حالت ساده پاتون بیارین جلوی این بذارین همون که قبلش نشون دادیم و تکرار بکنید تا بعد بتونید روی یک خط صاف را برید این تمرین هم خیلی برای جلوگیری از افتادن عالیه خب یه تمرین دیگه ای که برای زانوهاتون خوبه در حالت لانجز وای میسین اما اینو نشون بده دستاتون میگیریم به کمرتون یک ذره رو پای جلو خم میشین و میاین عقب اینم دو تا 15 تا دو تا ده تا انجام میدین این باعث تقویت زانو میشه باعث دامن حرکتی ران شما میشه و ده ها فایده داره در کنار این تمرین ها تا یادم نرفته برنامه تمام نشده بگم اینو حتما شما بایستی پیاد روی مناسب داشته باشین و مرتب اگه نمیتونید روزی با چهار دقیقه پنج دقیقه پیاد شروع کنید تو همون خونه یا جلو حیات خونتون و دقیقا روزی دو دقیقه بهش اضافه بکنید در عرض دو سه هفته به نیم ساعت راحت حتی افراد خیلی حال میتونن به اون حالت برسن خب اینم که از این بود برای سیستم نورولوژیک نشون دادیم خیلی تمرین خوبیه تمرین بعدی که نشون دادیم هافلانجز بود که براتون خیلی خوبه و در کنارش کششی خیلی خوبی نشون میدم بشین و اینو نشون بده ما این تمرین رو بایستی تمام افراد مسن بتونن انجام بدن این اولش به همین حالت راحت میشینید وقتی که این کار انجام میدیم الان ران ما اومده به چرخش حالت چرخشی در اومده و این باعث میشه که خود استخون مفصل ران خوب حرکت بکنه کشش میاره اون لیگامنت های دور مفصلو و از یک طرف یکم خم میشین میرین جلو که باعث کشش در دامنه کمر میشه اینم تمرین خیلی خوبیه برای افراد مسن که توصیه میکنم حتما انجام بدن یه سه چهار دفعه تکرار میکنید و رلکس میکنید که اینم خیلی برای پای دیگه میدقه نشون بده معمولا تمرینای کششی را سه چهار دفعه تکرار میکنید تمرین دامنه حرکتی را 20 دفعه 30 دفعه تمرین های تقویتی رو هم دو تا ده تا, ده تا دو تا 15 تا بر مبنای تواناییتون خب اما یکی دیگه حالا همینجا نشستیم نشون بدیم یکی بعدی در همین حالت که نشستین میرین خم میشین میرین جلو این تمرین خیلی خوبیه که باعث کشش در این ناحیه باسن و پایین کمر میشه و کافیه خب حالا بیا سر پا واستا یکی از مشکلات دیگه افراد مسن همونجور نشون دادم این به خاطر فلکشن یا خم شدن ستون فقرات در ناحیه پایینه که باعث میشه که نتونه بدن خوب مانور بده خوب حرکت بکنه ببینید وقتی که شما راه میرید یه چرخشی در ناحیه لگن داریم که به چپ راست میچرخه وقتی که این حالت فلکشن داره دیگه افراد مسن اینجوری راه میرن پس ببینید تو کمر الان هیچ حرکتی نداریم ما برای بله همون باز برمیگردیم به با اون تکنیک های مکنزی که برنامه رو براتون داشتم یا حتما لطفا ببینید دستات رو به کمر ما بیا اینجا لطفا خب دستات رو به کمر و خیلی پاهات یکم باز کن آفرین عجله نکنید اینا رو با حوصله افراد مثل معمولا عجله نمی‌کنن، کنم اینه یکم به عقب خم میشی یکم کوچولو اولش یه دو سه بیس ثانیه اینجا وای میسین باز تکرار میکنید یه هفت ده دفعه که این خیلی تمرین خوبیه برای دامن حرکتی و درست کردن اون پاسچر اشتباه در افراد مسن میتونه تأثیرات خیلی خوبی داشته باشه اینم ده دفعه انجام بدین در حد توانایی و فشار نیارین تمرین دیگه که خیلی خوبه روی یک پا وای میستین حالا افراد مسن اولش دستشون میگیرن به دیوار و روی یک پا وای میستن تا موقعی که بالانسشون رو به دست میارن در همین حالت 20 ثانیه وایستین 30 ثانیه وایستین مهم اینه که شما انجام بدین خیلی راحت ریلکس میکنی حالا بعد پای دیگه دو تا 15 ثانیه وایمیسین رو هر پایی که خیلی مؤثره بعد که چیز شد دستاتون رو میاریم بالا و یه پا میاریم بالا یکم بالانستون تقویت شد بهتر شد و عالی خب دو تا 15 ثانیه 20 ثانیه وای میستین تمرینات زیادی هست دوستان اگه احیانا مشکلی دارین که نمیتونید این تمرین رو انجام بدین یا برفرد مش پا زانو کمر نایه به سایت های ما مراجعه بکنید اون تمرینات خاصش رو ببینید نکته اینجاست که همه افراد در هر سنی که هستن مخصوصا حالا افراد ما سن که این برنامه مخصوص شماست شما بایستی بتونید همراه برید همراحت پاشین بشینید همراحت از پله بریم بالا هیچ محدودیتی قابل قبول نیست همین بایستی شما اون قسمت بدنتون خوب بکنید بی خیال از کنار این آسیب ها رد نشین دوستان عزیز و بینندگان محترم که اگه این کار بکنید بعدا دیر میشه یه تمرین دیگه ای که برای اون پاسچری که نشون دادیم به این حالت خیلی خوبه پس یکی اون خم کردن به عقب بود که نشون دادیم یکی بعدی برای قسمت بالاتنه است که معمولا اونم اینجوری قوز شدن افراد مسن دستا رو به سینه ما این دستارو رو بگیر حالا میکشیم به عقب بکشیم به عقب بکشین به عقب این باعث میشه که هم این مایچ های اینجا کش بیان و از یک طرف تقویت میکنه مایچ پشت تو قسمت توراسی که ورتبرال که باعث میشه این پاسچر صاف فایسته. این خیلی تمرین خوبیه برای افراد مسن خیلی عالی یه دو سه تا تمرین دیگه هم برای نایه کمر به بغل خم بشید و صاف کنید بدن رو برین طرف دیگه دو تا ده تا اینو انجام بدین چرا که بدن مخص نایه کمر باعثی اون فلکسیبیلیتی رو داشته باشه که ما بتونید خوب راه برید و نیفتید یک کم چرخشی عالی و حالا که این برنامه برای افراد مسن نشون دادیم یه دو سه تا هم برای شونه ها نشون میدیم که شونه هاتون رو میچرخونید و از اونور گردن افراد مسن رفته به جلو که این حالت چین تاک رو انجام میدین و یکی هم این دستتون رو میگیرین و میکشید به هر حال این تمرین ها رو بنده در برنامه مختلف نشون دادم ولی باز اینجا خواستم برای شما افراد ماسن یک بار دیگه نشون بدم امیدوارم که شما افراد ماسن مواظب سلامتی خودتون باشید و این تمرین طور روزانه انجام بدیم پیاده روی هم یادتون نره تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم روز و شب خوش خدا نگهدار